در قرآن افزوده هایی به داستان آدم اضافه شده که پر از تناقض هست. خدا به فرشته ها میگه آدم چیزی رو میدونه که شما نمیدونید، بعد به فرشته ها میگه اسمایی رو که من میدونم به هم بگید. خب اونا که منظور خدا رو نمیدونستند. بعد خدا در گوش آدم گفت. چی گفت؟ خودش همون اسمایی رو که میخواست گفت. بعد آدم تکرارش کرد. خب اگه در گوش فرشته ها هم میگفت، اونها هم میتونستن تکرار کنند. آدم هنری نکرده که به خاطرش همچین خدا پوز اون رو بده و از فرشته ها بخواد که اون رو سجده کنند، که بدتری آدم نیست. منطقم خوب چیزیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران، به شبی با شبه 79 خوش اومدید. این شبهه و ایراد انصافا جای پرسش و مطرح شدن داره و برخلاف ایرادات واهی سریای قبل این آقای زئوس، این یکی واقعا سوال خوبیه. آقا مگه تکرار کردن چند تا اسم که خدا به تقلب رسونده هنره که بخوای مسجود فرشته بشی؟ اما خب این به خاطر اینه که اصلا نمیدونیم اون اسما چیا بودن و اصل ماجرا چیه، و بعد میای با اطلاعات ناقص یه سوژه‌ای رو قضاوت میکنیم. اول که آقای زئوس میگه فرشته‌ها منظور خدا رو نمیدونستن که اون اسما چیان. خب دقیقا به همین خاطره که خداوند متعال خواست به فرشته‌ها که فکر میکردن خدا مخلوقاتی بهتر از اونا خلق نکرده ثابت کنه که اینطور نیست. بذارید ماجرا رو از ابتدا تعریف کنم، طبق روایات متعدد و سعیه بعد قضاوت کنم. آقای امام صادق علیه السلام به نقل از آقا رسول الله صلوات الله علیه و سلم می فرمایند خداوند تبارک و تعالی بود و چیز دیگری نبود. پنج چیز را از نور جلال خود خلق کرد و بر هر کدام از آنها نامی برگرفته از نامهای خودش فرو فرستاد. خداوند حمید است و مرا محمد نامید. او خود اعلاست و امیر المؤمنین را علی خواند و او اسماء الحسنا دارد که حسن و حسین را از اشتقاق آن گرفته است. او فاطر است که برای فاطمه اسمی از اسماء خودش برگزیده است. پس چون ایشان را خلق کرد برای گرفتن پیمان، آنها را در سمت راست عرش قرار داد. همچنین خداوند فرشتگان را از نور آفرید. با این حال هرگاه فرشتگان به این پنج نور می نگریستند، امر و مقامشان را بزرگ دانسته و تسبیحشان می کردند. پس زمانی که خداوند آدم علیه السلام را آفرید، او از سمت راست عرش به آن پنج نور نگاه کرد و از خداوند پرسید پروردگارا ایشان چه کسانی هستند؟ فرمود ای آدم، اینان افراد خاص و برگزیدگان من هستند که از نور جلالت خیش به وجودشان آوردم و بر آنها نامهایی برگرفته از نامهای خود نهادم. آدم علیه السلام گفت پروردگارا، تو را به حقی که آنها بر تو دارند سوگند می‌دهم که اسامی آنها را به من تعلیم بده. خداوند فرمود ای آدم، پس من این اسامی را نزد تو به امانت می‌گذارم و آن از جمله اسراری است که احدی بی اجازه من جز تو از آن آگاه نمی‌شود. آدم گفت بله ای پروردگار. خداوند فرمود ای آدم، با من عهد ببند که بر این سوگندت پایبند باشی. پس از او پیمان گرفت. پس خداوند نام آنها را به آدم آموخت. آنگاه آن مخلوقات را به ملائکه که نام آنها را نمی‌دانستند عرضه کرد و گفت اگر راست می‌گویید از نام آنها به من خبر دهید. ملائکه گفتند خدایا، تو پاک و منزهی، ما از آن بی‌خبریم، مگر اینکه تو که دانا و حکیم هستی ما را از آن مطلع گردانی. خداوند فرمود ای آدم، آنها را از نام ایشان خبر بده. پس او برای فرشتگان نامهای آنها را بیان کرد. یه نکته ظریفی داشت، دقت نکردید؟ حضرت آدم همین که اونو میبینه سوال میپرسه خدا اینا کیان؟ حالا فرشته ها این همه مدت داشتن تسبیح میکردن، حالا همین تسبیح هم از خود این اهل بیت یاد گرفتن، از خود این انوار یاد گرفتن، روایت هم داریم. یه بار نپرسید خدای این کیه؟ ظرفیت رو میبینی؟ حالا ادامه. آقای امام صادق علیه السلام جای دیگه میفرمایند همه فرشتگان با وجودی نزدیکی ایشان به کرسی کرامت او و مدت طولانی سرگردانیشان در عظمت خدا و نیز بزرگ داشتن جلال عزتش و نزدیک بودنشان به غیب ملکوت، از دانستن چیزی غیر از آنچه خداوند به آنها آموخته عاجز بودند. جایگاه آنان در عالم ملکوت قدس الهی فقط محصور به همان جایگاه است و علم و معرفتشان به اندازه است که آنها را آفریده. لذا آنان در جواب خداوند گفتند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یعنی آقا این پیشفرض من، دیفالت من همینه، من خاصیت این ندارم که به آموختام اضافه بکنم. تا
تازه فرشته ها فهمیدن که مخلوقاتی خیلی بهتر و فاضل تر از اونها خداوند قبل اونها آفریده. بله آقای زئوس، این که واضح هر چیزی که آدم و فرشته ها و حتی انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام دارن از خداست، اما اینطور نیست که بگیم پس به خاطر 5 تا اسم بوده که خدا تقلب رسونده به آدم و اگه به فرشته هم رسونده بود اون هم میتونستن بگن و برتر باشن. خیر، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند خداوند عقل را برای فرشتگان قرار داده بدون شهوت، نه شهوت جنسی هیچ، و برای حیوانات شهوت را قرار داده بدون عقل، و برای بنی آدم هم عقل را قرار داده و هم شهوت را، دوتاش هم داره. پس هر کس از انسانها عقلش بر شهوتش پیروز شود از فرشتگان برتر است، و هر کس شهوتش بر عقلش غلبه کند از حیوانات پستر است. اولئک کالانعام بل هم اضل. انسان قوه شهوت رو داره ولی فرشته نداره. اتفاقا هنری نیستش که فرشته باشی وقتی ذاتن نتونی درگیر شهوت و عشق بشی. مردی بیاد دنیا با وجود یه نفس اماره قوی با این همه زر و زیور دنیا، حالا بیا خدا رو عبادت کنه. ها اینه. تازه بازم فقط این نیست. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند خداوند به ملائکه دستور داد برای آدم علیه السلام سجده کنند تا آدم را بزرگ بشمارند، زیرا خداوند، نکتش همینه، زیرا خداوند او را چون ظرفی محل قرار گرفتن اشباه آن 5 نور، نور اهل بیت که نورشان آفاق را پر کرده است، قرار داد و به این سبب او را فضیلت داد. حالا فهمیدی؟ این انوار قرار در صلب حضرت آدم قرار بگیرند، یعنی به خاطر این جایگاه که فرشته هیچ وقت به اون مقام نمیرسن، به خاطر این دارن سجده میکنن. نمی فضیلت دیگه است. حالا دلم نمیاد اینو نگم انصافا. از شما این سوال بپرسم، فرشته بالاتر از جبرئیل و میکائیل مگه داریم؟ نه، شاید هم باشه، ولی خب این دو فرشته از بهترینای خداوندن، درسته؟ حالا پیامبر گرامی اسلام دستور داد که آقا امیرالمومنین در بسترش جایشون بخوابه، شب فرار به سمت غار سور، ماجراشو میدونید. در این هنگام خداوند به جبرائیل و میکائیل وحی فرستاد که من بین شما دوتا فرشته بزرگ پیمان برادری بستم و عمر یکی از شما را طولانی و بیش از دیگری قرار دادم، یکی بیشتره، پس کدام یک از شما حاضر است ایثار به نفس کند و زندگی دیگری را بر خود مقدم بدارد؟ هیچ کدام حاضر نشدن، نه جبرئیل نه میکائیل، و هر یک از آن دو زنده بودن را برگزیدن. گفتن نه من میخوام زنده بمونم، اونم مرد مرد. خداوند به آن دو وحی کرد، چرا؟ چون علی ابن ابی طالب نیستید؟ به به، که میان او و محمد عقد اخوت بستم و علی در جای خواب او شب کرد و جان خیش را فدای محمد نمود و زندگی او را بر زندگی خود ترجیح داد. اینک شما دوتن به سمت زمین فرود آیید و او را از کید دشمنانش حفظ کنید. جبرئیل و میکائیل فرود آمدند. جبرئیل در بالین و میکائیل در طرف پای آن حضرت نشستند. آنگاه جبرئیل گفت به به، مبارک باد کیست مثل تو ای پسر ابی طالب؟ خداوند بر فرشتگان به وجودت مباهات میکند و مینازد. جانم آقا رسول الله، جانم علی ابن ابی طالب. اینه عزیزان، حضرت آدم و پیامبران و امامان معدن اسرار الهی هستند، دارای اسم اعظمن، حالا یکی یه دونه یکی 72، در حالی که فرشته اصلا در این وادیا نیستن. ببین عزیز جان من، تو فرمول ای مساوی MC2 رو میدونی؟ خیلی هم میدونن. همین فرمول انیشتن هم بلده. خب همین که صرف اینکه بلدید، مقامتون الان یکیه؟ اینجا تعلیم خداوند به آدم در گوشی گفتن و 4 تا اسم رو حفظ کردن نیست. فرشته حتی نمی‌دونن که ابلیس بینشون بوده، اصلا فرشته نبوده. چرا؟ چون حدشون همینه. اینه بزرگوارا. اما انسان به خودش چطور خلق کرده؟ روایت داریم عجیب، برای خداوند بندگانی هستند که اطاعت از اراده خداوند می‌کنن و در قبال این عمل به هر چه که آنها اراده کنند از آنها اطاعت می‌کنند. و به هر شی بگوین، این آدم ها به هر شی بگوین باش میشود، یعنی مثل خدا کن فیکون میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اطاعت از خدا و مخالفت با هوای نفس. حالا فکر کنم دیگه جا افتاد که چرا فرشتگان به چنین موجودی سجده کردن و برخلاف تصورات ناقص این آتئیست، نه قرآن تناقضی گفته و نه ماجرا کشکی و بیحکمت بوده. البته بیانصاف نباشه، سوالش بجاست، ولی آدم سلیم و نفس و منصف میره میپرسه، تحقیق میکنه، نه اینکه بدون دانش بیاد قرآن رو به سخره بگیره.